بعد از تقریبا 1.5 سال توقف نقلات مسافرکش بین خوجند و تاشکند، دیگر باره حرکت اتوبوس ها از سر گرفته شد. شرکت مسافربری ایشن اکسپرس امروز 19 اکتبر اولین خط سیر خود را توسط اتوبوس به سوی تاشکند روانه می کند. و طور میبینیم امروز ساکنان زیاد از شهر و نواحی سوخ برای سفر اینجا جمع آمده و انتظار رفتن هستند. اسماعیل نیازوف ساکن شهر خوجند میگوید با اوج گرفتن بیماری همگیری کووید 19 دیگر به تاشکند رفتن نتوانست و با شنیدن باز شدن خط سیر اولین شده چیپته خریداری کرد. مثل او بیش از 50 نفر مسافران با نخستین رئیس اتوبوس عازمی تاشکند گردیدند. ده ها نفر دیگر نتوانستند چیپته خریداری کنند. شش سوال هستم جان یار دوستا ما بسیار گشتگی جا سوال من 80 رفتیم بیام بسیار نفس شد آبادی خلق شد بیام رفت آمد شد سودا می شد زندگی می شد نمی شد اساسا اینجا اما رفت می رفتگی ها چیز ایروپورت برفت هست رسیه بر اما نمین حاضر هم تو خیال کنید تاکسیکتی تو بیستون می رفتی آبیستون با میگذاشت با اون طرف با تاکسی ها زیر تا خودی همین تاشکنت برده می رسانن یا اگل هم این چقدر دورو بیخ چو بردار بردار شوسان می شد. با گفته مسئولان شرکت مسافربری همه روزه یک مرتبه یعنی ساعت 8 صبح اتوبوس از شهر خوجند به راه میبرد و ساعت 18 دوباره از تاشکند برمیگردد. برای سفر مثل ماه‌های قبلی اجازه‌نامه مخصوص لازم نیست. تشبسکاران این خط سیر نیا دارند با زیاد شدن مسافران شمار اتوبوس ها را زیاد گردانند. طلبات های یکم این پاسپورت خارجی شهروند تاجیکستان دویومش کسانی که ام گرفتن وکسین گرفتن سرتیفیکات اگر گرفتگی نباشند همونجا در سرحد اکسپرس تست است با مبلغ 140 سومونی خطا نکنم در مدت 15 دقیقه برآورده میتیم. شروع از نیمه ماه مارس سال 2020 همه گونه رفت و آمد بین گذرگاه های تاجیکستان و ازبکستان منع گردیده بود. پس از کاهش بیماری همگیر تنها نقلیات کلان باربر دو جانب حق داشتند گذرند و یا با اجازه‌نامه مخصوص به دیدار خیش و تباران و تبابت بروند. چند ماه قبل خط سیر هوایی دو سمت نیز باز گردیده بود و شهروندان حق داشتند بی‌مانعه پرواز کنند. ولی اکثرا از گرانی چیپته هواپیما شکایت داشتند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.